امیر گوش کنی نظریات جمع. این من نوشته کردیم ببخشید. حالا خودت اون مجلس نیستی؟ من نیستم؟ بله. ما مسئله همه کنیم، ما صلح همه کنیم. کمیته های کاری جرگه مشورتی سال در سیومین روز این جرگه راهکارهای متفاوت برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار مطرح کردند. هر کمیته تا مشخص اجنده معلومه و د ټولو کمیټو یو ډول اجنده و. په دې اجنډا کې څلور اساسي پوښتنې وي چې باید جرګې ګډونوال په هغه باندې بحث وکړي او د هغې نظریات راټول شي. له حکومت نه دا غواړو چې دغه د لویې جرګې کومې پرېکړې کړي دي ته باید احترام وکړي او د دې تصمیم ته باید نه ده درناوی وکړي او کومې غوښتنې چې زموږ د ملت د کمیټو د ملت باید احترام وکړي او دې ته باید پابند اوسي. چوګونګي مذاکره حکومت با طالبان حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای چند سال گذشته، ایجاد هیئت مذاکره کننده صلح و همچنین سیاست حکومت در برابر کشورهای پشتیبان عراس افغانی چهار سوال حکومت بود که از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح در مورد آن نظر خواست. اما خواستهای دیگر اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح این بود که باید آتش بس برقرار شود، پیمان امنیتی با آمریکا لغو شود، همچنین حکومت موقت در کشور ایجاد نشود و از کشورهای اسلامی تضمین گرفته شود که پیامدهای جدی در روند سول پس از تامین سول در افغانستان به میان نخواهد آمد. په دې څلور موضوعګانو بحث وکړ، سیاسي بحث، پیمان او د موقت حکومت نه کېدل. مونږ غواړو څلور موضوع مونږ دا وکړو او سول کوو د طالبان سره پر قسم سي. امیدوار هستیم که رئیس جمهور در قبال این تصمیم ها یک تصمیم خوبی را بگیرد و در یک صلح پایدار و خوبی را در وطن ما افغانستان به میان بیاید. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح این جرگه را آغاز منطقی برای رسیدن به صلح میداند و از طالبان میخواهد تا به نتیجه برایند این جرگه گوش بدهند. آغاز معقول و منطقی پروسه صلح لویه جرگه هست. این لویه جرگه مردم افغانستان تصمیم میگیرند که من بعد پروسه به چی شکل پیش برد. دولت چی آزادی های داره، چی صلاحیت های داره و چی محدودیت های داره در مذاکره با طالبان. قرار است جرگه مشورتی صلح برای یک روز دیگر نیز ادامه یابد و دیدگاه های شرکت کنندگان در پایان این جرگه در مسوده به حکومت ارائه شود.